خامنه‌ای می‌خواست از کرونا وسیله‌ای بسازه برای انکار قیام و فراموشی شهیدان آبان، اما نمی‌دونست بعضی شعله‌ها رو نمیشه خاموش کرد. هر چی زمان بگذره بیشتر علو می‌گیره. وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبان بود و این کشتاری که متاسفانه عده زیادی کشته شدن. به ما گفتن که در نهایت گفتن آقا الان شرایط مناسب نیست، بعد از انتخابات گفتیم بسیار خوب، حالا هم که شد گفتن به خاطر کرونا نباشه فلان. خودش هم خوب میدونه کشتار به فرمان خامنه‌ای انجام شد، اما میخواد کسی رو قربانی کنه که گفت آماده بودیم اما مردم غافلگیرمون کردن. تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، اما اون چه که در میدان اتفاق میفته بعد موضوعات و مسائل مختلفی وارد میشه که علی حال الان ما مواجه شدیم با بیش از 100 خرده شهر که درگیر بودن. اون اتفاقاتی افتاد. یک روزنامه حکومتی با تایید تلاش برای پوشوندن آبان با کرونا نوشت همچنان تعداد کشته شدگان این حوادث مشخص نیست و هیچ نهادی مسئولیت اعلام آن را به عهده نمی‌گیرد. همه چیز تحت شعاع این ویروس ناخوانده قرار گرفت و به نظر می‌رسد پنهانکاری آماری نیز همچنان ادامه دارد. روزنامه مستقل تعارف را کنار گذاشت و نوشت نقل شده 2-3 میلیون کشته می‌شوند، در عوض 30 میلیون به خیابان نمی‌آیند. ترس من این است که 2-3 میلیون کشته شوند و آن 30 میلیون هم به خیابان بیایند. مسعود رجوی با اشاره به اینکه خامنه‌ای می‌خواهد از هر قربانی یک فرصت برای بقای نظامش بسازد گفت اگر برای رژیم ولایت فقیه هر مرگ یک فرصت و یک نعمت است، ما باید با شورش و جنگ صد برابر آن را به تیک تاک قیام و ناقوس سرنگونی تبدیل کنیم. فرصت استبداد دینی و رژیم دجال و ضد بشری به پایان رسیده است. شورشگران پیروزی می سازند. مسعود رجوی 23 فروردین 99.